خب دوستان عزیز، آی دکتر صدای من رو دارین دیگه، درسته؟ بله، خب چهارمین جلسه به اصطلاح گرد همایی ذرات پیشه ایرانی رو شروع میکنیم. جلسه امروز در خدمت های دکتر بی تفسیر هستیم از دانشگاه صنعتی شاهرود. عنوان البته یه مقدار ایشون نیازی به معرفی ندارن، ولی خب برای دانشجو و کسایی که ایشون رو نمیشناسن، آقای دکتر کارشناسیشون رو از دانشگاه فردوسی مشهد گرفتن، از سال 73 تا فکر کنم 78 مشغول بودن کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند بودن، از سال 78 تا 81 دکترا هم سال 81 تا 86 از دانشگاه فردوسی مشهد گرفتن. استاد راهنمای دوره کارشناسی ارشد و دکتر ایشون دکتر گروسی بودن و همکنون هم عضو دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود هستند. زمینه مطالعاتیشون هم نظر ریسمان و کاربردهای هولوگرافی هست. سخنرانی امروز ایشون هم هست هولوگرافیک استادی آف نیوترون ستارز، که مطمئنا سخنرانی جذاب و شیرینی خواهند داشت. دوستان عزیز، اگر سوالی داشتین حالا آقای دکتر خودتون در شروع میفرمایند که به چه صورتی باشه، ولی اگر حین ارائه کامنتی چیزی داشتین پایین بنویسید، یا من میپرسم یا میکروفون رو براتون باز میکنم که سوال از آقای دکتر بپرسید. خب به نظرم شروع بکنید آقای دکتر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی ممنون. قربان شما. بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا باید سپاسگزاری کنم از انجمن فیزیک ایران و شاخه ذرات و میدان ها که این فرصت رو در اختیار من قرار دادن تا در اینجا در خدمت شما باشم. عنوان سخنرانی در مورد ستاره های نوترونی از دیدگاه هولوگرافی است. هولوگرافی از دل نظر ریسمان بیرون میاد و بنابراین این یک نگاه تازه هستش به ستاره های نوترونی. لطفا اگه سوال و نکته تذکری بود حتما توی قسمت چت اینجا قرار بدید، من استقبال میکنم. جایی هم که نیاز بود که پرسشی مطرح بشه میتونید صحبت من رو قطع بکنید. کسانی که ویدیو رو تماشا میکنن اینجا ایمیل هستش، میتونن نکات رو اونجا برای من بفرستن. خب اسلاید بعدی من. دسترسی من به اسلاید الان قطع به نظر میرسه دکتر. میخواید آی دکتر عقب جلو کنید؟ الان شما دسترسی ندارید؟ به نظر میرسه که الان من صفحات بعدی رو الان دستی ندارم. یه لحظه ببینم. عجیبه، ما الان چک کردیم این اوکی بود. بذار من شما رو اپراتور کنم، شاید اینجوری الان های دکتر یه چک دیگه بکنید. برای اینکه بخوام این صفحات رو جابجا بکنم و عذرخواهی میکنم آقای دکتر بیرغزی. سلام، سلام، چطور هستید؟ خوبی؟ از کنم که خودتون اسلایداتون رو بالا آوردید یا آره خودتون رو آوردید اون پایین که میرید روی اسلاید چپ و راست داره دکمه؟ نه نداره الان. از خودتون نیاوردید، یعنی یه نفر دیگه احتمالاً اسلاید آورده، درسته؟ من آپلودش کردم، بعد چکم کردم. نه نه خودتون بس، لطفاً من اینو الان براتون می‌بندم. یه بار این تاک دی اس آی 2020 رو بله، حالا یه بار خودتون بیارید که بتونید دسترسی داشته باشید. آی دکتر اون بالا علامت فایلا هست، مثلث رو به راست. آها اوکی، آی او درست. خب این کار بر اساس سه تا پژوهشی هستش که انجام شده توسط همکارانی که توی این مدت داشتن، نیک اونس و جیسوس روجاس از دانشگاه ساوثهامپتون انگلیس. و این سه تا کار پژوهشی، در کار اول مطالعه که صورت گرفته ابرسانایی رنگ هستش با استفاده از ADS-CFT. کسانی که آشنا هستن با کاربرد ابرسانایی در ماده چگال و روشی که هارتنور پیشنهاد داد، این استفاده هستش از همون دیدگاه که در ادامه اسلایدها بهش اشاره خواهم کرد.
پژوهش دوم مربوط میشه پیدا کردن یه فازی که غیر محبوس هستش از کارکایی که جرمدار هستن در چگودی بالا و کاربردش در ستاره های فشرده، و در کار سوم مطالعه ماده کوارکی هستش به صورت هولوگرافی با در نظر گرفتن فاز رنگ و پیدا کردن یک مدل حالت سخت برای ستاره های نوترونی که اساس این صحبتی که من امروز در خدمت شما هستم بر اساس این مقاله سوم هست. ولی خب این کار سوم این کارها رو هم در دل خودش جا داره، بنابراین من باید سعی بکنم که تمام این ستا رو در این جلسه خدمت شما نکاتش رو عرض بکنم. خب به طور خیلی خلاصه در یک اسلاید، من که بلد نیستم هندونه بخرم اکثرا این سفید در میاد، ولی سوالی که اینجا هست اینه که اونایی که حرفه‌ای هستن میتونن با چند تا تپ تپ روی این هندونه بفهمن که این مغزش رسیده هست، این وسطش این چیز یه هندونه ترتمیز خوبی هست، آبرودار هستش یا نه، و ستاره نوترونی در این مقایسه ما نمیدونیم مرکزش چیه. و این که من مقایسه میکنم با این تپ صوتی که شخصایی که حرفه‌ای هستن میفهمن از روی صدا که این رسیده هست یا نه، در خود ستاره نوترونی سیگنالی که از امواج گرانشی میرسه میتونه نشون بده که در مرکز و در خود این ستاره نوترونی چه میگذره، چون که اون سیگنال موج گرانشی ربط مستقیم داره به اون ماده که داخل ستاره نوترونی هست. برای من از این مقایسه فقط کمک گرفتم که این بحث رو در مورد این مقایسه با ستاره نوترونی داشته باشم. بس وارد قسمتی که نمودار فاز QCD هست میشم. اینجا نمودار فاز دما رو در محور عمودی میبینیم و در محور افقی پتانسیل شیمیایی باریونی. وقتی که از این دمای کم و پتانسیل شیمیایی شروع میکنیم به رشد دادن پتانسیل، اول گازی از هادرون ها داریم و بعد وارد این میشیم که هسته ها بشکنن و بعد از اون یک ماده کوارکی خواهیم داشت و این CFL منظور اینه که جفت کوپر رنگی شکل بگیره. منظور از رنگی درجه آزادی رنگی که هستش که برای کوارک در نظر میگیریم. جفت کوپر هم همون پدیده ابرسانی که در الکترومغناطیس میبینیم. اگه در این قسمت حرکت بکنیم، برخورد یونهای سنگین نسبیتی رو داریم و تشکیل پلاسمای کوارکلون که در این حوزه ها دیده میشه. ستاره نوترونی در قسمت میانه این محور پتانسیل شیمیایی قرار گرفتن و برای اینکه این قسمت رو مطالعه بکنیم، روش های اختلالی فقط در حوزه پتانسیل شیمیایی خیلی بالا که اسیمتاتیک فریدام داره کار میکنه قابل استفاده است. در این میانه هایی که اینجا نشون داده شده ستاره نوترونی کارآمد نیستن. اما تصویری که از ستاره نوترونی داریم، این تصویر یک پوسته خارجی هست در مورد یک شعاعی تقریبا به اندازه 10 کیلومتر و این فلش های مشکی که اطراف این میبینید امکانهای مختلفی هستش که برای این وجود داره. گوشه سمت چپ بالایی یکی از امکانها یه هایبرید استار هستش که در مغز اون در هسته اون ماده کوارکی باشه. همین از پوسته خارجی که شروع میکنید به سمت پوسته داخلی حرکت میکنید و همینطور نزدیکتر میشید به سمت مرکز، یک فشار عظیمی وجود داره، چگالش بسیار زیادی وجود داره، احتمال وجود آمدن یک ماده کوارکی هستش. برای اینکه پاسخ بدیم که بالاخره چطوری متوجه بشیم که در مرکز این چی هست و کل این ساختار چطوری رفتار میکنه، کلید اصلی مدل حالت این سیستم هستش. مدل حالت هم تعریف هستش رابطه بین فشار و چگالی انرژی که این رابطه ما کمک میکنه تا بتونیم این اطلاعات رو استخراج بکنیم. از هولوگرافی استفاده میکنیم. تعدادی از مقالات رو اینجا من مشخص کردم. در مرجع ها میتونید در شماره هایی که اینجا ذکر میشه، شماره های آرکایوی که اینجا هست ببینید، مرجع های اصلی رو. همچنین کاری هستش که در سال 2010 مطالعه هولوگرافی انجام میشه. البته اون کاری که من به خصوص در موردش صحبت میکنم این کاری هستش که توسط این مرجعش پایین تر قرمز رنگ توسط این گروه اسپانیایی هویوس انجام شده، هولوگرافی کوارک متر اند نوترون استارز.
این گروه بعد این مسئله رو در مورد مقایسه با قیدهایی که از جانب امواج گرانشی میان توی مقاله هولوگرافی کامپکت ستارز میت گراویتیشنال ویو کانسترینز ادامه میدن. بحث ما در این سخنرانی کامل کردن و جنبه‌های مختلف این مدل هستش. مدلی که اون استفاده میکنه از شماهای دیتری دی 7 هست. دیتری و دی 7 رو در اسلایدهای بعد بیشتر توضیح میدم. اما اونا چی پیدا کردن؟ یک محیط ماده کوارکی که جرمدار هست و دیکانفاین هستش، یعنی دیگه کوارک ها داخل هسته ها اسیر نیستن، مقید نیستن. توسط اینا با این مدلی که از نظر ریسمان میاد پیدا میشه. مدل حالتی که به دست میارن اما چندان سخت نیست، چندان محکم و سفت نیست اصطلاحاً، که بتونه ساپورت بکنه این که در مغز این ستاره نوترونی در مرکز شما یه ماده کوارکی رو داشته باشه. منظور از استیف که اینجا استفاده میشه این که وقتی داره رنبش گرانشی رو در این ستاره شکل میگیره، چقدر این ماده قدرت داشته باشه که مقابل اون مقاومت رو از خودش نشون بده. مهمترین ویژگی که در این مطالعه جرم کوارک رو که با ام اینجا من نشون دادم در طول این اسلاید ها جایی که ام رو میبینیم جرم کوارک هستن، این جرم به صورت دستی گذاشته میشه توی نظریه و چیزی به معنای این که شما بتونید مکانیزمی برای کارال سیمتری داشته باشید اتفاق نمیفته. خب مروری داشته باشیم و اینکه دیتری دی 7 چی هستش. وقتی از هولوگرافی استفاده میشه ما در یک طرف یک نظریه میدان داریم، در طرف دیگه نظریه گرانشی. نظریه میدان در ابرتقارنی 4 سوپر یانگ میز هستش، ماده در نمایش ادجوینت گروه هست. میدونیم که کوارک ها در نمایش فاندامنتال، بنابراین در مسئله باید یک درجه آزادی تازه معرفی بکنیم که در نمایش بنیادی باشن و همچنین حدی رو رعایت بکنیم که وقتی که این فلیورها رو توی زمینه داریم قرار میدیم بک ریاکشنش روی پس زمینه خراب نکنه کار. همه این مسائل رو اگر رعایت بکنیم، کنشی رو که برای دی 7 برین ها داده میشه با استفاده از کنش دی بی آی هستش. این کنش تو این رابطه یک مشاهده می کنید. NF منظور تعداد این D7 برین هایی هستش که در نظر گرفتن D7 هستش. انتگرال روی جهان حجم GAB هم مربوط میشه متریک القایی. آلفا پرایم برمیگرده به تنشن ریسمان و این هم که تانسور شدت میدان مغناطیسی ماکسولی هستش. دو تا میدانی که اینجا روشن میشن میدان پیمانه‌ای مؤلفه زمان هستش و رو اینجا بود هولوگرافی هست. تانسور شدت میدان مؤلفه غیر صفرش فقط این جمله هست. یک میدان اسکالر دیگه هم اینجا معرفی میشه که با کای نشون داده میشه و منظور از کای در اینجا اون بودی هستش که عمود هستش بر دی 7 برین و نمایشی میده از جرم خود کوارک. از اونجایی که من خیلی فرصت ندارم و میخوام دستاوردهایی که توی کار هست رو بیشتر ذکر بکنم، نمیتونم خیلی به جزئیات بپردازم، ولی به صورت کلی این نمایش کنشی هستش که ما باش کار میکنیم. دو تا میدان درش روشن شده، یکی کای و یکی ای تی به میدان پیمانه‌ای مؤلفه تایمش. بر اساس ADS-CFT هولوگرافی اطلاعاتی که این دو تا میدان به ما میدن، یکی جرم کوارک هست توسط کا، یکی جرم کوارک، یکم کاندنسیشن چگالش خود شکل گرفتن کوارک پاد کوارک هست. اطلاعاتی که از میدان A به دست میاد پتانسیل شیمیایی و همچنین چگالی بار هستش. جزئیاتی از محاسبات رو در این مقاله پایین میتونید مشاهده بکنید. نتیجه که از این گرفته میشه یک رابطه تحلیلی هستش برای فری انرژی که به این صورت رابطه ای هستش که در سی تعداد رنگ هست، NF تعداد تم، در مخرج اتا و لاندا با اعداد ثابتی هستن که اتا در اینجا نشون داده شده گامای 7/6، گامای 1/3 روی رادیکال پای، یه عدد ثابت هست. میو پتانسیل شیمیایی، ام هم جرم کوارک و یک جمله تصحیحی.
برای اینکه اینو مچش بکنیم به اون نتیجه که از نظریه اختلالی QCD میدونیم، باید این لاندا که توف کاپلینگ مسئله هست، جفت شدگی رو نشون میده، این عدد خاص انتخاب بشه. در این صورت فری انرژی با توان چهارم میو تو رابطه 3 داده میشه. تعداد رنگ و تعداد تم در این مسئله در این مطالعه 3 انتخاب میشه و معادل حالتی که به دست میاد اینجا عبارت از این پرشر با منفی این فری انرژی داده میشه و انرژی دنسیتی با این رابطه از فری انرژی به دست میاد. خب بنابراین ما یه سیستمی معرفی کردیم VTD7 که در اون شما مدل حالت رو میتونید به دست بیارید. این مدل حالت میتونه کمک بکنه که بین و جر و شعاع ستاره نوترونی رو محاسبه بکنید و مطالعه بکنید روابط نکاتش رو، چیزهایی که در استاد قبلی گفتم توی مقاله به دست اومده. خب اما کاری که سوالی که ما پرسیدیم این هست که آیا میتونیم در اینجا در نظر بگیریم که سیستم ستاپ 3D7 رو در این نمودار فاز قرار بدیم و کایرال سیمتری رو هم مشاهده بکنیم یا خیر. نمایش محور عمودی دما، این محور افقی پتانسیل شیمیایی، این دفعه بر اساس سیستم D3D7 صحبت میکنیم. شکل پایین که مشاهده میکنید خدچین همون فیلد کای هست، اون دایره توپر سیاه رنگی که مشاهده میکنید منظوری بلک هولی هستش که در اونجا اون مبدع هست، جایی که اجازه پیدا میکنید که شروع بکنید مبدعتون رو. مبدع آی آر ما هست، رژیم انرژی پایین، و همچنین که به سمت جلو حرکت میکنید انرژی بالا هست در یووی. در آیار همطور که مشاهده میکنون خدچین یه مقدار غیر صفر داره، برابر میگیم که جرم غیر صفره. در شکل میانی هم همین حالت رو داره. در شکل آخر سمت راست وقتی میوهای بزرگ رو نگاه میکنید اون خدچین چسبیده با این یه خط راسته، اینجا میگیم جرم صفر. برای اینجا که جرم صفر هست در قسمت سبز رنگ بالا که نگاه میکنید میبینید که کایرال سیمتری نوشته، اون بی رو نداره، به این کایرال سیمتری احیا شده، اصطلاحا کاندنسیشن در اینجا صفره. ولی در ابتدای این محور اون قسمت بالا رو که نگاه میکنید نوشته کایرال سیمتری بریکینگ، بی هم هستش اینجا معنای شکسته شدنشه. به این قسمت چگالی هنوز صفره، کاندنسیشن غیر صفره به خاطر اینکه مقدار کای رو که معرفی کردم یعنی جرم کوارک هست. در قسمت میانی هم این وجود داره. سه تا فازی که با این ستاپ باید مطالعه بشن وقتی هستش که میو صفره، وقتی که ماده هسته‌ای داریم، وقتی که ماده کوارکی داریم، و وقتی که ابرسانه رنگ رو هم در نظر بگیریم توی مدل. در پژوهش اول این سوال رو پرسیدیم که چطوری میتونیم این شکست تقارن رو در مورد مس نگاه بکنیم. یه میدان دیلاتون معرفی کردیم که میدان دیلاتون نقش رو که بازی میکنه رب پیدا میکنه به انومالس دایمنشن، و معنای انومالس دایمنشن اینه که اگه شما میدان رو در ضرب بگیرید با یه اپراتور با یه بود، هرچی که دارید انرژی رو عوض میکنید این بودش تغییر پیدا میکنه و این تغییرش رو با این مقدار گاما انومالس دایمنشن میگیم. پس پویشی داریم برای این تغییر وقتی که از آی آر میریم به یووی، از انرژی کم میریم به انرژی زیاد. در رابطه 5 همون کنش دی بی آی رو میبینین که اینجا جاگذاری انجام شده، اون دیلاتون یا فیلد جدیدی که وارد مسئله شده با اچ نشون داده میشه، و تعبیری که از اچ پیدا میکنیم جالب هسته. شما اگه به ازای مقدارهای کوچیک کای اونو بستش بدین و کای رو مساوی بگیریم با رو تیلدا ضرب در یه فای جدید جاگذاری بکنید، متوجه میشیم که یک رابطه کانونیکال فرمی پیدا میکنیم برای میدان اسکالر تو فضای ADS5 با مسی که تو رابطه 6ه. خب این جمله مربعی مس منفی 3 به اضافه این جمله دومش جمله کارکشنی هستش، تصحیح هستش که به این مربع جرمی میخوره. پس هدف اینجا اینه که شما اگه دیلتون رو اینطوری معرفی بکنید میتونه به شما کارکش تصحیحاتی رو به این جرم کوارک بده، و در طی تغییراتی که شما از آی آر به یو وی دارین این خودش نقش بازی میکنه. های دکتر پرسیدن یعنی ابعاد بیهنجار افزایش مییابد؟ اینجا الان خدمتتون عرض میکنم توی اینجا توی این اسلاید الان میبینید که اون مقدار تصحیح رب پیدا میکنه به گاما،
و زمانی که ما میخوایم کایرالری سورد داشته باشیم، گاما ما باید بشه یک. بنابراین وقتی که گاما داره تغییرش رو داریم مطالعه میکنیم، اگه یک به رژیمی بریم که اون میدان اسکالر ناپایدار بشه و این ناپایداری رو به اسم بی اف باند میشناسیم، اونجا هستش که شما دارید تقارن کایرال رو شکستش رو میبینید و این اتفاق میفته. بله، سوالی که شما پرسید در مورد یووی بود، توضیح من در مورد آی آر بود. بله درسته، بله من توضیح رو تکمیل کردم که در آی آر این اتفاق میفته و در یووی نکته که شما گفتین درست. انتخابی که برای دیلتون انجام میدیم اینجا این هستش در رابطه 8، در مخرج یک توان پارامتر کیو هستش که در مقاله معرفی شده، رب پیدا میکنه به همین گاما. پس با معرفی این دیلتون ما میتونیم تحصیلات جرمی رو معرفی بکنیم. حالا بریم ببینیم نتیجه چی میشه. کارهایی که از قبل انجام شده با در نظر گرفتن این دیلتون توی این پلات تو اینجا دیده میشه. محور عمودی اینجا همون کای هست، محور افقی بود هولوگرام کاینات توی اینجا یه اسکیلی که در سلاید بعد معرفی میکنم. اتفاق که میفته اینه که وقتی چگالی صفر هست، این قرمز رنگ رو دارید و قرمز رنگ نقطه شروعش یک مقدار غیر صفر یا همون جرم کوارک هست، و هرچی دنسیتی چگالی رو دارید زیادترش میکنید، به نظر میسته چگالش اون استرینگ هایی که چسبیدن به اون کوارک داره اینقدر زیاد میشه که نهایتا این خط سبز میرسه و این هول میده به سمت پایین، و این خط سبز رنگ همون جواب فلت امبدینگ ما هستش که گفتن ما صفره و کایرال سیمتری ما ریستور شده. بنابراین یه جنگی بین این دوتا هست و این یکی گذارفاز مرتبه دو رو نشون میده که خوب نیستش، و میدونیم که توی اون نمودارفازی که ابتدای استایده گفتم گذارفاز مرتبه اول. خب چی پیدا کردیم اینجا؟ هدف این بود که مدل حالت رو مطالعه بکنیم. مدل حالت سخت بود و این از مقاله قبلی که به عنوان مقاله اصلی من خدمتتون عرض کردم که توسط گروه اسپانیایی انجام شده بود، توسط هویوس همکارانش، تونست مربع سرعت صوت رو بیشتر بکنه اما نتونست نشون بده که این انقدر معادل حالت صفت است که در مرکز ستاره نوترونی شما یک ماده کوارکی دارید. یه ایده جدید بعد اینجا استفاده شد، گفته شد که خب میتونیم بالاتر از جرم کانستیتوئنت آی آر برای کوارک رو در نظر بگیم و کمتر از اون. در بیشتر از اون شما یه اسکیلری رو تو روشن میکنید توی فضای ADS که دوگان میشه به این کایرال کاندنسیشن و همراه هستش با نشون دادن این انومالس دایمنشنی که گاما هست و صحبت کردم، و وقتی که پویش اونو در نظر میگیرین نقض بی اف باند نشون میده که این یک ناپایداری داره و این ناپایداری باعث میشه این چگالش شکل بگیره. کمتر از اون مقیاس خاص برای جرم کوارک شما باید اینتگریت اوت بکنید این کوارک ها رو، و برای اینکه این کارو در سیست در این ستاپ انجام بدیم فقط کافی هستش که این تصحیح جرمی دلتا ام 2 رو که معرفی کردم اینو بذاریم صفر. با این ایده میبینیم که یک ناپیوستگی توی این کایرال ترانزیشن داریم، در حقیقت این موجب میشه که یک گذار مرتبه اول داشته باشیم. خب این خودش نکته خیلی خوبی هست. علاوه بر این، به خاطر این که این مقیاس رو داریم انتخاب میکنیم، یه پارامتر جدید هم توی توری معرفی میکنیم که به عنوان یک ضریب پشت رادیکالی که در دی بی آی هست قرار میگیره. در ادامه اینو توضیح خود مربع جرمی رو تو کار وارد بکنیم. ایده ای هستش که قبلا با دیلتون انجام شد توی مقاله قبلی، اینجا مستقیما اینو میاریم توی مس میذاریم. توی رابطه نو کنش دی بی آی رو میبینیم وقتی که اون فیلد ای خاموشه، یعنی که دنسیتی صفره و این دلتا ام 2 که اینجا وارد شده همون تصحیح هستش که بر جرم کوارک داده میشه. خب اینو چطور میخوایم وارد بکنیم؟ دیلتون که اینجا معرفی نمیکنیم، میایم کمک میگیریم از نتایج وان لوپی که توی QCD اختلالی هست، تعداد فلیور رو درش 3 قرار میدیم، از اون بتا فانکشن استفاده میکنیم و در رابطه 10 این با مرتبه اول مولست دایمنشن گاما 1 داده میشه. با این رابطه آلفایی هم که اینجا دیده میشه همون آلفای QCD هستش که در مرتبه اول محاسبه شد. بنابراین این
رفتار رو میتونیم به این شکل داشته باشیم. مقیاسی هم که داریم انتخاب میکنیم برای اینکه این کار رو داشته باشیم، یک سوم جرم پروتون هستش که حدود 330 مگا الکترون ولت هست، جایی که این اتفاق رو روشن میکنه. خب این فازی رو که توضیح دادم در مورد زمانی هستش که میوموسه با صفر هست. الان میریم سراغ فازی که ماده هسته‌ای رو داریم. اهمیت این که ما از نظر ریسمان و این هولوگرافی داریم استفاده میکنیم اینه که تمام این گستره رو شامل میشه، یعنی شما از ابتدا که میوموسه با صفره رو تا به انتها که ماده کارکی دارین که کایروسیمتری درش احیا شده همه رو پوشش میده. خب در فازی که ماده هسته‌ای هست میدونیم که این فاز کانفاین هستش، در خلای اون کایروسیمتری شکسته شده تا زمانی که پتانسیل شیمیایی 308.55 مگا الکترون ولت برسیم، یه تقارن یک گذار فاز مرتبه اول داریم و گذار فاز میشه به شکل‌گیری ماده هسته‌ای. برای این قسمت در هولوگرافی هم یه مطالعه رو ما انجام دادیم با آندریاس اشمید از دانشگاه ساوثهمپتون و دانشجوی دکترای و خانم کاظمیان که نشون دادیم که این یک گذار فاز در حقیقت از ماده هستی به ماده کوارکی میتونه یک کانتینیوتی باشه که بسیار مورد توجه هستش که بتونیم با هولوگرافی چنین چیز رو نشون بدیم. اما در این کاری که الان دارم خدمت شما توضیح میدم ما مدل نمی کنیم این بخش رو، یعنی قسمت ماده هسته‌ای رو با هولوگرافی نمیدیمش. این در کارهایی که مقالاتی که در هولوگرافی استفاده میکنه، مقاله اصلی که خدمتتون عرض کردم، این فاز رو با استفاده از نظریه افکتیو فیلد تئوری برای کیو سی دی استفاده میکنه. در این پلاتی که سمت چپ هست پی بر اسب میو هست، مدل حالت برای سه تا رنگ داده شده. رنگ سبز مربوط به ماده هسته‌ای نرم هست، نارنجی ماده هسته‌ای میانه و قرمز ماده هسته‌ای سخت، و سمت راست سی اس به توان دو یعنی سرعت مربع سرعت صوت بر حسب چگالی انرژی. این که این گسستگی ها رو میبینیم دلیلش اینه که از پولیتروپ هایی که یعنی از بخش بندی هایی که برای معادل حالت استفاده میشه مشتق بگیریم، این نقطه ها ناپیوستگی ها در این قسمت ها نشون خواهند. این مقاله این مطالعه رو انجام داده، ما از این داده های اینجا استفاده کردیم برای این قسمت ماده هسته ای و از اون کمک میگیریم که بتونیم این بخش رو داشته باشیم. باز تاکید میکنم این سه تا رنگی که اینجا هستن تا آخر مقاله ثابت میمونن و ماده هسته ای رو بر اساس اینها توصیف میکنیم. خب دست آخر یه مدل حالت که به دست میاریم چطوری هست؟ در اینجا محور عمودی فشار بر حسب پتانسیل شیمیایی، این همون مدل حالتی رو که میخوایم به ما میده. رنگای مختلف دوباره سبز ماده هسته ای، اینجا اشاره کردم سافت، میدیوم و استیف رو گذاشتم که واضح باشه. سه تا خدچین رو اینجا میبینید که این خدچین ها ماده کوارکی هستش زمانی که تقارن کایرال احیا شده، و سه تا پارامتر هم میبینید که با رنگای آبی از بالا 575 هزارم مشخص شده، 35 صدم و 1/10. این هم پارامتری که خدمتتون عرض کردم که وقتی ما یه مقیاسی رو برای کوارک گرفتیم یه ضریب هم در کنش دی بی آی به عنوان اورال فاکتور پارامتر آزاد گذاشتیم. اگه خیلی کوچیک انتخاب بشه میبینید که اگه از 1/10 کوچیک‌تر انتخاب بشه میاد پایین میفته و همیشه انرژی آزادی که مثلا استیف هست، سخت هست، از اون چیزتر هستش برتری داره، برای سیستمیش وقت به این فاز نمیره. اگه از 575 هزارم بیشتر انتخاب بشه دیگه نمیتونه اون خطی رو که فاز ماده کوارکی هستش که خطچین من کشیدم به رنگ آبی قطع بکنه. اون خدچین ها هر رنگی رو که دارن با رنگ هایی که در مورد این کا آی آر نشون دادم هم مچ میشن، یکی میشن. خب اینو بخونیم. از 308 مگا الکترون ولت شروع میکنیم، ماده هسته‌ای رو داریم تا 330، واضح نیست خیلی اینجا شکل، ولی بعد از اون فاز ماده کوارکی دیکانفایند مسیو حاکم میشه و این ادامه پیدا میکنه. این خط آبی هست میخوره به خط آبی خدچین. بنابراین شما از یک ماده هستی شروع میکنید، ماده کوارکی، و بعد
میرسید به اون ماده کارکی که کایرال سیمتری احیا شده درش. این پارامتر رو چطوری این اعداد انتخاب میکنیم؟ یه قید مهم هم همون مربع سرعت صوت هستش که حتما باید رعایت بشه که شما در اون از یک از بیشتر نشه، یعنی اون قید حتما باید رعایت بشه. خب چطور ما فاز رنگ رو برای این اضافه میکنیم؟ فاز رنگ یکی از ایده های نظری بسیار مهمی هستش که در این مقاله شما میتونید جزئیات زیاد رو ببینید. مقاله اول هستش 0709. در قسمت دوم دلیل اینکه انتظار داریم این رخ بده، خب در سطح فرمی اگه یک نیروی برانکنش جاذب رو داشته باشیم، فرم هایی از چگالش کوارک کوارک رو خواهیم داشت. و در اینکه ما چطور ادعا کردیم که میشه با استفاده از هولوگرافی فاز رنگ رو توضیح داد، برمیگرده به نکته مهم که از لحاظ پدیدارشناسی میدانهای الکتریکی و مغناطیسی گلوئون‌ها توسط این پوششی که با جرم دیبای داده میشه در حقیقت یه جوری گم میشن، پنهان میشن و ما میتونیم از این هولوگرافی استفاده بکنیم، اینو به عنوان با یک میدان اسکالر مدلش بکنیم و چگالش اون رو در نظر بگیریم. همطور که اول هم اشاره کردم، همون مدلی که در ماده چگال هم استفاده میشه. غیر از این دیدگاه هم دیدگاهی هستش که در این مقاله با استفاده از سوپرسیمتری این بحث انجام میشه. خب ما از این تجربه که داشتیم اینجا استفاده کردیم و برای جفت کوارک که یه میدان اسکالر پسای آی که هندیس آی یعنی که یو یو یا یو دی اینا کنار هم بشینن معرفی کردیم، یه میدان کای هم که قبلا داشتیم که برای کیو کیو بار بود. حالا این میدانی که پسای هست و کیو کیو رو توصیف میکنه یک عدد باریونی هم میکنه که میتونه جفتش بکنه با عدد باریونی یووان میدان پیمانی توی بارک و بنابراین کنش 11 معرفی میشه. این قرمز رنگی که اینجا هست همون جمله هستش که از فاز رنگ برمیاد، جی رو رو در اینجا از متریک فانکشن مؤلفه متریک رو رو هستش، جمع روی تعداد هست، دی مشتق کواریانت هستش که در مشتق کواریانت یک جی بزرگ میبینیم که جی بزرگ ربط داره به آلفایی که از وان لوب انتخاب کردیم با یک کاپا. اینجا در جازادی کاپا پارامتر جدیدی که معرفی میکنیم در نظریه و در مدل، کیوی بزرگ هم میشه باره که برای این کوارک در نظر میگیم که دو هستش. تأکید میکنم که این فاز رو در جایی قرار مطالعهش میکنیم که کای کایرال سیمتری بریکینگ خودمون رو داریم در نظر میگیریم، ماده کوارکی رنگی که تقارن کایرال درش احیا میشه. خب دوباره میریم سراغ معادله حالت و توی معادله حالت چک میکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اولین نکته ای که این سه خط رو نگاه میکنیم، من توی اسلاید قبلی اینو اشاره نکردم، یه لحظه من برگردم اینجا، این سه خطی که خطچین هایی که در این شکل میبینید در پتانسیل شیمیایی خیلی بزرگ هستن، بین 500 تا 600 و این خوب نیست. ولی وقتی که فاز ابرسانه رنگ رو در نظر میگیریم اینا میان پایین تر توی رژیم حدود 450 میشینن که از لحاظ اطلاعاتی که در QCD میشناسیم رژیم مناسب و منطقی هستش. دوباره رنگ ها و اینها به همون شیوه هستش، فقط اگه بخوام از اول بخونمش میگم ماده هسته‌ای رو دارم اینجا و بعد با افزایش پتانسیل شیمیایی وارد فاز ماده کوارکی میشم و بعد برخورد میکنم به این فازی که ابرستانهای رنگ درش خواهید. من برای موفق میشم یه مدلی رو ارائه بکنم که همه این ستا در دلش هست و دوباره این پارامترهایی که توی نظری هستن با قیدی که از پلاتهای مربوط به مربع سرعت صوت میاد هم با همخوانی داشته باشن. هیچ پلاتی از اون قسمت ها قرار ندادم اینجا به خاطر اینکه خیلی شلوغ میشد این قسمت، ولی در مقاله میتونید جزئیات رو اونجا حتما ببینید. خب مدل حالت بنابراین پیدا شد، حالا میریم سراغ اینکه اطلاعات اصلی رو در بیاریم در مورد این ستاره نوترونی. چه اطلاعاتی ازش به دست میاد؟ رابطه جرم و شعاع،
چطوری این کار رو میکنیم؟ به حل یک معادله دیفرانسیل تولمن اوپنهایمر وولکوف که در رابطه 12 و 13 میبینید، فشار بر حسب آر یک سیستم کروی رو در نظر میگیریم که آر فاصله هستش از مرکز و کمیت جی ان اینا معرفی شدن در اینجا، ام هم که جرم هستش و رابطه اینجا انرژی دنسیتی هم ببینیم. بدون داشتن معادله حالت نمیشه 12 13 رو حلش کرد. برای وقتی معادله حالت رو داریم پی رو بر حسب چگال انرژی می نویسیم و بعد میدیم اینو به روش عددی حلش میکنیم تا پیدا بکنیم که جرم و شعاع چطوری است. خب حاصل چی هستش؟ اینجا همطوری که گفتم این رنگ ها رو رعایت کردیم که به همون شکل قرار بگیره. شما از یک محور عمودی ما محور جرم هستش بر اساس جرم خورشید هست، جرم ستاره نوترونی، محور افقی شعاع هستش و وقتی اینو میخونیم از گوشه سمت راست وقتی شعاع 15 کیلومتر هست اینجا نوشته شده استیف خط قرمز رنگ رو از اینجا شروع میکنیم. خب هرچی که داره شعاع کمتر میشه و این داره چگالتر میشه انتظار داریم فازای جدید نقش بازی کنن. بیایم همینطوری که به سمت قرمز داریم میایم به سمت بالا، یه دفعه یکی از میتونه با KIR 575 هزارم بریم به رژیمی که ماده کوارکی هست و بعد این وسط یک خط چین رو ملاحظه میکنید و بعد یک خط قهوه‌ای که به سمت چپ کشیده شده به سمت پایین و دوباره این خطی که ماده کوارکی رو نشون میده و یک خط چین که به سمت چپ کشیده شده پایین. این داستان تکرار میشه و به اگه شما خط قرمز از اول دوباره دنبال بکنید در دو جا آی آر 575000 و 3500 که پارامترهایی هستن که ما گذارفازها رو برای این مقادیر دنبال کردیم این اتفاقات رخ بده. اگر تا به آخر بیان اینو دنبال بکنید جایی که من یک دایره کشیدم و داخلش هم یه دایره توپاری هستش که رنگ نارنجی هست، اینجا یک ستاره نوترونی داریم، یک قسمت خیلی ریزی اینجا هستش که خدچینه. این خدچینایی که در این ستا شما دارید مشاهده میکنید، خدچینایی که دو تا رنگ توپر داخل هم هستن، نشون دهنده قسمت پایدارن. یعنی تمام این نمودار نکته مهمش اینه که پایداری سیستم در کدومی که از اینها در چه رژیمی دیده میشه. اهمیت این مدل هولوگرافی در اینه که این دایره که اینجا کشیده شده در مقادیری از جرم هستش که حدود 2 تا 2.5 هستش و این یه موفقیت خوب برای مدل، چون یه سوال اساسی اینه که آیا هولوگرافی میتونه ماده کوارکی رو در مرکز ستاره نوترونی بده و جرم بالایی هم داشته باشه. با ایده که در این پژوهش مطرح شد این انتظار میره که این امکان وجود داشته باشه و بنابراین این یکی از دستاوردهای مهم هست. اینکه چطوری این شاخه پایدار رو مطالعه میکنیم شرط اینه که سرعت صوت هم کمتر از 1 باشه. چون پوینتر دیده نمیشه عملا نتونستم این قسمت ها برم، فقط تاکید بکنم مقدارهایی که کاپا رو دارید میبینید روش گذاشته شده فاز رنگ رو نشون میده، بالاتر از اون موازیش خدچین رو دارین، اون خدچین رو ماده کوارکی رو نشون میده که کاراسیمتری توش ریستور شده. هر دو تا اینا ناپایدارن، یعنی شما یه ستاره نوترونی که فاز رنگ رو داشته باشه در این مطالعه نمی‌بینیم که پایدار باشه. خب بریم سراغ امواج گرانشی. چرا این کار انجام میدیم؟ به خاطر اینکه ما یک داده‌های تازه‌ای داریم که اونا به ما میگن که چه ماده‌ای، چه شکلی، چه معادله حالتی رو میتونید شما در مرکز در این ستاره نوترونی داشته باشید. فرصتی برای اینکه این جزئیات خدمت شما بگم نیست، اما خوشبختانه سخنرانی جان الیس در دهم کنفرانس ذرات رو میتونید ببینید در آپارات. اونجا اینکه چقدر این امواج گرانشی پیشرفت کردن و داده‌های خیلی مهمی رو میتونیم از اونها بگیریم گفته شده
ما میایم از این استفاده میکنیم و من نتایجی رو که از لایگو هست اینجا ارائه میکنم. دو تا شکلی که میبینید از مقاله 17-10 هستش که گزارش لایگو هست. سمت چپ بالا رنگ آبی و قرمز هستش که نوشته کایس کمتر از 500 و کوچکتر از عددی که اونجا نوشته شده. رنگ آبی برای اینه که چرخش آروم رو نشون بده، رنگ قرمز برای چرخش سریع رو که توضیح میده منظور از چرخش چیه. سمت راست هم این دیفورمبیلیتی یا تغییر شکل هستش. داستان اینجا این هست که شما دو تا ستاره نوترونی دارید که اینا به دور هم دارن میچرخن و بعد به خاطر گرانش عظیمی که دارن به هم نزدیک میشن یه دفعه این سرعتشون بیشتر میشه و بعد مرج میشن و این که در این مرحله اتفاق میفته سیگنال موج گرانشی که شما دارین یه مقدار از اون سیگنال موج گرانشی بلک هول طول عمرش بیشتر هست. وقتی که این یکی در نزدیکی ستاره نوترونی همدمش هست، یکی M1 هست، یکی M2 که در محورهای عمودی و افقی شکل سمت چپ هستن، اینا منظور همین دوتا ستاره هست. وقتی که M1 مثلا در قید M2 قرار میگیره این میتونه این تغییر شکل خودش رو ایجاد میکنه. به این تغییر شکل میگیم یکی لاندا 1 که در شکل سمت راست هست، یکم لاندا 2. اینا از شکل تقارن کروی خودشون خارج میشن و به همین مقدار خارج شدن این که به صورت یه چهار قطبی هست میگیم دیف. و برای هر کدوم از اینا یکی لامدا 1 یکی لامدا 2. رژیمی که توی این قسمت خیلی مهمه لامدا 1 و لامدا 2، از بالا اگه نگاه بکنید و از بالا به سمت پایین ببین، خط سوم که توی این شکل سمت راست نشون داده شده پایین تر از اون رژیمی هستش که گفته میشه که اگر شما مدلی دارید برای ستاره نوترونی لاندا 1 و لاندا 2 رو حساب میکنید باید در اینجا قرار بگیره تا بگین که با داده های این لایگو و ویرگو همخونی داره. بنابراین ما دو تا از مثال خودمونه که با رنگ سبز و نارنجی ماده هسته‌ای نرم و ماده هسته‌ای میانه رو داشتیم استفاده میکنیم و این مطالعه رو اونجا چک میکنیم. این نمودارهایی که مشاهده میکنید جرم بر حسب شعاع وقتی که سبز رنگ هست ماده هسته‌ای نرم هستش و نارنجی میانه و این فازهای مختلفش هست، از سبز یا نارنجی شروع بکنید میاد بالا، یا قسمتی رو داره که شما به صورت خدچین دارید قبل از اینکه به ماده کارکی برسه، اونجا قسمت پایدار جرمش در حدود 1.3-1.4 میشه، جایی که خود لایگو گزارشش برای اون هستش. توی ردیف پایینی دو تا شکل داریم که با لاندای کوچیک نشون داده شده. این لاندای کوچیک همون پارامتر دیفورمبیلیتی که ما در مقاله چون پارامتر زیاد داشتیم با این لاندای کوچیک نگاه کردیم، ولی در این شکلی که لایگو من خدمت شما نشون دادم این همون دیفورمبیلیتی. پس لاندا 2 لاندا 1، من اول شکل سمت چپ رو از پایین رو معنی بکنم. توی اینجا شما یه خط مشکی میبینین که این مشکی تقریبا قید لایگو هستش که اینجا فقط نقاشیش کردیم و لاندا 1 و لاندا 2 دیفورمبیلیتی رو در مورد خودمون که حساب کردیم این خط بنفش رنگ و آبی رنگی که این پایین هست اینها نشون میدن که در رنجی از آشکارسازی لایگو هستن که مورد قبول هستش. این خیلی نکته جالبی هستش که مدل نه تنها تونست ستارهای نوترونی سنگین رو بگه بلکه موفق شد که در این رنج ناحیه قرار بگیره و در قسمتی باشه که ناحیه مورد قبول داده‌های آشکارسازی هم هستش. شکل سمت چپ پایین پارامتر دیفورمبیلیتی رو نشون میده که بر حسب جرم هستش. رنگاری که اینجا میبینیم ناشی از گذار فاز هست و خط سبزی هم که میبینیم همین گذار ماده هستی که خدمتتون گفتم. یه سری تیکای بالا پایین رو در پایین نزدیک محور افقی میبینین، بخصوص اون پیک آخری که نزدیک 1.14 اینا هستش اون پیک رو چک کردیم، فقط ناشی از یه سری تصادفات محاسباتی بود، عملا خیلی فیزیکی درش پیدا نکردیم. خط مشکی رنگ افقی هم اون قسمتی هستش که به شما میگه که شما داده های لایگو رو دارید، کمتر از اون اگه باشه
در محدوده مورد انتظار داده ها هستش. خب من خلاصه بکنم صحبت خودم رو. ما یه مدل هولوگرافی رو در اینجا در مورد دینامیک کوارک‌ها ارائه دادیم که به طور کامل مدل حالت رو برای ماده کوارکی ارائه داد و معرفی میکنه که در حقیقت یک ستاره هیبریدی رو داشته باشین. این مدل گذار فازی رو نشون میده که از وکیوم کارولی بروکن هستش، یک گذار فاز مرتبه اوله به فاز ماده هسته‌ای در 308 مگالیترون ولت و یک گذار فاز مرتبه اول که از یک فاز کارولی بروکن دیکانفاین مسیف کوارک هست و یک گذار مرتبه اول به کارولی استورد اما وقتی ابرسنای رنگ داره. پارامترهایی که در مدل هست عملا سه تا هست، یکی کائنات هستش، یکی کا آی آر یا یکی هم کاپا در طول صحبت معرفی شدن و همچنین معادله حالتی که به دست اومد شامل یک معادله هسته‌ای سخت بود که تونست فاز کوارکی غیر محبوس جرمدار کوارک معرفی بکنه. ما ستاره های هیبریدی رو تونستیم در این قسمت با هسته هایی که ماده کوارکی هستن معرفی بکنیم که جرمشون بین 1 تا 2.5 سولار ماس میتونه باشه. حتی بستگی به این داره که شما چه نوع پارامترهایی رو داشته باشین و مشاهده کردیم که این در رژیمی از داده های قرار داده های مورد تایید لایگو و ویرگو قرار میگیره. دو تا مورد خاص رو ما مثال زدیم که 90% از احتمال بالا میتونه در اون رنج قرار داشته باشه. این چیزی که ما مطالعه که ما داشتیم، این نکته هم که درش هست اینه که تقارن کایرال و کانفاینمنت رو به این ترتیب توی توری از هم جدا در نظر گرفتیم و همچنین نتیجه میگیم که مدل های هولوگرافی میتونن این ایده رو داشته باشن که در حقیقت شما ماده کوارکی رو در مغز ستاره های نوترونی داشته باشیم، همون بحث هندوانه ای که از اول با سوال باش شروع کردیم. از اونجا که میدونم خیلی ها واقعا مطرح هستش که از هولوگرافی داریم استفاده میکنیم، تاکید میکنم که مثالی شبیه این شکل که یک کسانی که آشنا هستن یه دار قالیه تو نظر ریسمان هم نخ و رنگ و این چیزها این استفاده میشه، این هنوز نیمه تمامه. ادعایی در این قسمت ها نیستش که هولوگرافی جواب آخر و این چیزها اینا رو داره، ولی کمک میکنه به این که بالاخره راهی رو باز بکنه و سوالاتی رو در موردش بتونه جواب. من از همه شما که توجه کردین سپاسگزارم. خیلی ممنون دکتر، متشکرم. آقای دکتر اول چند تا سوال ها پرسیدن آقای محمد، من سوالا رو بپرسم از دکتر، بعد هر کی سوال داشت اون علامت دست رو بزنه تا میکروفونش رو فعال کنم. آقای فریاد احمدی پرسیدن، حالا عمومی است مقدار سوالات، ستاره نوترونی و سیاه‌چاله هر دو متراکمن، تفاوت و شباهتشون چیه؟ سیاه‌چاله یه افق داره که به ما اجازه نمیده ببینیم، ولی نوترونی مثل این هندونه است که یه سری لایت، بنابراین شما عملا این هندونه رو باز میکنین همه جاشو میتونید ببینید و بفهمید که این چطوریه. سیاه‌چاله رو نمیتونید اینطوری بازش کنید. به یه زبان ساده سیاه‌چاله حتی از این خیلی ساده تر هستش، یه سیستمی بیم پیچیدگی نیستش، این خیلی ساده. من خدمت گفت جاوی پرسه محمد، میتونم گفت یک ستاره کوارکی در ناحیه غیر اختلالی است؟ اگه بگیم ستاره کوارکی، بنابراین ستاره وقتی میگیم کوارکی باید مغزش مرکزش کوارکی باشه و اینو ما دقیقا نمیدونیم که این اتفاق میفته، ولی ستاره نوترونی در جایی هستش که باید پدیده‌ها رو به صورت غیر اختلالی مطالعه کنیم. روش های شبکه، روش های مونت کارلو، روش های انجل فکر
فیلتور اینا اینجاها سادیان بر تحتون درست. آقای جان، نقاط استفاده از این هولوگرافیک رو میشه بگید؟ خیلی ممنون از سوالایی که میپرسین. بله، نقاط ضعفش اینه که خب همطور که میبینید ما داریم مدل میکنیم دیگه، یعنی مثلا ابرتقارنی رو الان داریم توی مسئله میاریم، ستاپی از نظر ریسمان رو میاریم، ابعاد اضافه رو میاریم. نقاط قدرتش اینه که این گستره که توی این شکل میبینید، بین این شکلی که الان من اینجا نمایش دادم این شکل نظری هستش، ما دقیقا واقعا از لحاظ فیزیکی نمیدونیم که روی این محورها چه تا مدل هایی هست. این هولوگرافی خیلی مزیت، شما از میوی مساوی با صفر تا میوهای بالا همش رو مدل کنید، همش رو میتونید با این ساختارهایی که الان پیدا شده بگید و اون کلید اصلی که معادله حالت هست رو ازش به دست بیارید. خیلی خلاصه. بعد آقای شریفی، دکتر شاهین امیر شریفی که من بهشون سلام میکنم، دارم که حالش خوب باشه، گفتن که وجود ماده نوترونی یعنی چگالی بالا. خب بعد باعث نوترونی نمیشه؟ درباره آستانه واپاشی هم ما یا بحثی کردید؟ سوال خوبیه. در هر یک از این مطالعاتی که داریم انجام میدیم باید حتما چک بکنیم که ببینیم آیا این سیستم ستاره نوترونی پایدار هست یا پایدار نیست، و پایدار بودنش رو از روی سرعت صوت توی محیط چک میکنیم. بدون این چک کردن نمیتونیم دست آخر بگیم که این مدل مدل موفقی هست یا نه. یعنی هم چک نکردیم؟ بله میگم، یعنی هنوز چک نکردین؟ چرا در استایده اینا رو گفتم تو این قسمت گفتم. آره. خب آقای امیر حسین محمدی سوال میخوان بپرسن، من میکروفونتون رو فعال کردم. سلام علیکم، خسته نباشین. سلام علیکم، بفرمایید محمدی. اگر لطف کنید این اثبات 18 رو لطف میکنید بیارین. استایده 18 در مورد این چیزی که کیو کیو که نوشتین، ما معمولا وقتی میگیم دیف کانفاینمنت میشه در کوارک های ستایی، کوارک و آنتی کوارک، یعنی کوارک و آنتی کوارک، اینجا چجوری به این صورت در میاد؟ چون وقتی ما تقارن میشکنه یا مثلا توی انتقال فازی کیو سی دی مود ترانزیشن، اونجا به صورت هم میگم کوارک و آنتی کوارک در میاد. این مدل رو من یه مدار برام یه خود سنگی متوجه نشدم که چجوری به صورت کوارک کوارک در میاد، یعنی کوارک دوتایی. ما معمولا تشکیل کوارک ستایی داریم توی هسته اتم و تو اون بگی که هستش وقتی کانفاینمنت هست، و دیپ کانفاینمنت که میشه به صورت کوارک و آنتی کوارک در میاد. اگر یه خود روی این قسمت من... خیلی ممنون، متشکرم. بله کاملا درسته. اون چیزی که ما از تعریف هادرون و مزون داریم اینه که توی این جعبه شما فقط اجازه دارید که سری سینگلت داشته باشید که کوارک کواد کوارک یا ستا کوارک بشینن. منتها الان این جعبه رو رفتیم به رژیمی که انقدر چگال هست داخل ستاره نوترونی که این شکست و اینا اومدن بیرون حالا و میتونن وقتی که دیگر رو میکس میکنن جفتایی باشن که مثل جفت کوپر توی الکترومغناطیس که ابررسانایی رو و ابررسانایی رو که داریم اونجا می فرمیون ها این اتفاق براش بیفته چون کوارکام فرمیون هستن. بنابراین اینجا صحبت از این نیستش که شما یه باند استیتی رو دارید به دست میارید که شبیه اون موجودات کیو کیو بار مزونی باشن. اینجا صحبت از این هستش که شما یه محیط یک فاز کاملا نوعی دارید که این فاز میتونه رنگ داشته باشه و میتونه از جهت بار الکتریکیش کنار همدیگه نشسته باشن و این پدیده ابر رسانایی رنگ رو معرفی بکنه. جزئیات خیلی مفصلی رو توی این مقاله اول که نوشتم توسط آلفورد شمید راجوکوپال 0709 اونجا هستش که میشه با دقت. متاسفانه چون خیلی فرصت ندارم شکلای رو بذارم و اینا رو بگم کنار هم، ولی خب ممنون از سوالی که میپرسید و امیدوارم این مدار این توضیح داده باشم. آقای امین فرجی هم دستشون رو بلند کردن، یه لحظه من دیدم خواستم
سوال بپرسم ببینم میتونم پیداش میکنم. یه سوال داشتن، آیا فرجی میشه دوباره دستتون رو بهتون میکروفون رو بدم؟ بله فکر کنم الان صدا میاد. اوکی بفهم. سلام آقای دکتر، خیلی ممنون، سخنرانی خیلی خوب بود، میگم خیلی نتایج جالب. حال برام مدل دلیلش این باشه که من درست متوجه نشدم، من خاطر فکر کردم بپرسم. ببینید یه جایی توی فکر میکنم نقطه کلیدی کار شما این بود که یه جایی توی آی آر جایی که این بی اف باند خراب میشد که شما با کی آی آر نشون دادید اون حد رو، شما دیدید که باید بیاید رانینگ ماس رو اگر خاموش بکنید و لاگرانجی رو عوض بکنید اوضاع درست ترانزیشن مورد دلخواهتون. این خب اون وقت بالا پایین یه حدی با دست دوتا لاگرانجی میذاریم، آیا دیگه صحبت کردن از درست هست؟ میشد یه کاری کرد که این رو اتوماتیک آدم ببینه مثلا یا نه این همچین چیزی نیست؟ میدونید چون دو تا چیز رو مچ کردید، بالای یه حدی یه چیز دارید یه لاگرانجی دارید، پایینش یه چیزی با دست خاموش کردید یه لاگرانجی دیگه گذاشتید. نمیدونم وقت میشه صحبت کرد که واقعا فیس ترانزیشن رخ داده یا نه. خب ممنون بابت سوال شما، سوال کاملا به جا و درستی هستش. این نکته رو واضح بکنم که این چیزی مثل رابطه نفته که شما خاموش و روشن، بنابراین که این با دست پایین‌تر از یک معیاری دلتا ام دو خاموش شده. در این منطقه ما گزارشی از یک گزار فاز نمیدیم، در این منطقه فقط ما داریم یک ضریب کایر آی رو معرفی میکنیم که نقش همین سوال شما رو بازی میکنه. یعنی شما میپرسید که داری با دستی همچین چیزی رو به توری خودت میدی، خب این خیلی جالب نیستش و ما میگیم که به جاش میایم یک درجه آزادی پارامتری رو توی توری که با این بکنیم عملا این داره دست پارامتر انجام بده. بعد از خودمون میپرسیم خب از کجا میدونی که این پارامتر تو اعداد درستی میگیره؟ جواب میدیم که خب توی این تئوری شما سرعت صوت هم یکی از اون کمیت هایی هستش که میتونی مطالعه کنی، سیگنال موج گرانشی هم میتونه نقش داشته باشه، پس با اونو برو چک بکن ببین آیا در رژیم های درستی داری وارد میشه یا وارد نمیشه. پس توی مقالبته واضح تر هست شکلهایی که کشیده شده، ولی به طور خلاصه در باز ما آی آر رو که روشن میکنیم که الان شما میبینید اینجا هستش که شما به ازای هر آی آر یه پلات دارید، یعنی او دارید کنترل میکنید و الان کاملا واضح هستش که اگه خیلی کوچیک انتخاب بشه میفته افقی میشه، اصلا از همه اینها پایین تره، اگه خیلی بزرگ انتخاب بشه میاد اون بالا از 570 هستش. خانم دهخانه دکتر پرسیدن که آیا ستاره نوترونی رفتاری هادرونوار دارد که کوارکا را در مرکز ستاره های هادرونی محبوس فرض میکنن؟ گلون ها فکرانش کن گلووین، ولی فکرم گلون ها با میدان ینگمیز توصیف میشن. آیا میدان گرانشی ستاره نوترونی هم با میدان های ینگمیز توصیف کنیم به خاطر رفتار غیر اختلالی؟ سعی میکنم سوال خوب متوجه بشم، اگه من میخوایی با دیگه بخونم؟ آره اگه با دیگه بخونم. آیا ستاره نوترونی رفتاری هادرونوار دارد کارا در مرکز ستاره های هادرونی محبوس فرض میکنن؟
اوکی گرفتم گرفتم. آره این شکله شاید خوب نشون بده. نه شما یک رنبش رو دارید توی این ستاره نوترونی و در پوسته این همطور که شما بگین این هادرونا هستن، ولی وقتی که این فشار داره همینطور زیادتر میشه کم کم به اون مرکز که دارید نزدیک میشید دیگه این هسته ها این هادرونا اینا شکسته میشن و اون کمیه پس یک نظر میتونه نه اون دل کشنسی رو درست کرده باشن. این یه سآله. گفتن که یانگ میز توصیف میشن انرژی ستاره نوترون، میتونیم اونا رو با میدان های یانگ میز توصیف کنیم غیر اختلالی؟ نه شیش که میمونه کنار دیگه، از جا بعد چیزی که نقش بازی میکنه همین گلوئون ها و کوارک ها تو دل هم هستن که این قسمت های زرد و رنگی چیزایی که در این میانه الان دارید میبینید، بخصوص قسمتی که زرد هستش ایسو گفته شماست، ولی که گلوئون ها نقش بازی میکنن. اما من جا دوست داشتم بگم شده بود اینجایی که وجود کاندنس ماده چپ بدن در این پوسته های تر و میانی که شکلهایی شبیه ماکارونی رو درست میکنن. اینا چیزایی هستش که به تازگی از روی مطالعات فهم کنم ماده چگال دی اف تی اینا به دست میاد و درست مثل پاستا و لازانیا اینا اسم گذاری شده استش. یعنی نه تنها شما در مرکز این سوالات رو دارید که چی هست، حتی در این پوسته این قسمت ها همین سوالات وجود داره که اینا چی هستن، چه اتفاق میفته. خیلی دکتر من خودم دو تا سوال برام پیش اومده. یکی این که برای اینکه تعداد تمام اون NF و NC رو سه انتخاب کردید دلیل خاصی دارید یا مثلا چرا این همچین باندی رو میذارید، چرا مثلا چهار نگرفتید؟ خیلی خوب، سوال کاملا درستی. عملا چهار گرفتنش که میریم به سمت سنگین ها، سنگین ترا که خب این کار رو اجتناب میکنیم، سبک ترا رو در نظر میگیریم و اینکه یو دی و اس رو در نظر میگیریم. خود در نظر گرفتن اس کلی سوال در میاره که این سوالا کردیم شناسی فقط نگاه کردیم چون می‌خواستیم خیلی ترتمیز در بعد این سوالای جزئی بشه، ولی سوال شما سوال کاملا درستیه. اگه رو سه انتخاب می‌کنی در نظر گرفتن کوارک شگفت فیزیک تازه‌ای رو بهش اضافه نظر نگرفتیمشون، بهتر اینا رو فقط گرفتیم. برای کایسه فود فکر کنم یه جرم دلتون 313 یک سوم جرم پروتون، اونم دلیل خاصی داشت؟ این مثلا محاسباتتون حساس هست به این عدد یا نه؟ نه یعنی اصلا هیچ مهم نیست، میتونید مثلا 250 بگیرید؟ ده دیگه فیزیکی نمیشه. چیزی که انتظار داشتیم اینه که اینا پروتونن، اگه بشکنن از دلش در بیاریم باید یه 300 و خورده در بیاریم نه 250. منطقش اینه که انقدر باشه. بنابراین اسکیل این انتخاب کردیم که از لحاظ فیزیکی منطقی کوچیکتر و بزرگترش بکنید. دفته این چه سوال کردیم؟ بفهم میگم چه کردیم مثلا 313 آره. تر بشه پدر اون نموداره بود که اون نموداره بود که اینجوری میشد پایین. آره سوال خیلی درستیه. ببینید سوال شما اینجا هست، آره این 330 رو جا به جاش بکنیم. این شلوغی که اینجا الان تو این شکل دیده نمیشه، اگه یکی از این گراف های اینجا رو هر کدوم رو یک کمی چپ و راست نقاط تقابل درسته محل میشه در نتیجه تا آخر من اینجا الان دارم تغییر میکنم دونه دیم که کدوم ها فیت های بی هستن. تو مطالعات بلی هم که توسطون گروهی که من خدمت شما چک کردم و نگاه کردن ببینن که چه تفاوت ایجاد میکنه و پیشنهادهایی که دادن بعضی از پیشنهاداتشون هم خیلی عجیب غریب هستش. یعنی امکان این حتی وجود داره که شما در مرکز ستاره نوترونی یه ماده دیگه داشته باشین، چیزای دیگه هم حتی اتفاق بیفته، ولی منشأش همین سوال شماست. خیلی چون ما مدلت پدیده‌شناسی استفاده میکنیم این کانستیتوشن
کوارک ها جرما رو مثلا تغییر میدیم ببینیم چه اتفاق میفته. به خاطر پرسیدم برام جالب بود. خیلی ممنون دکتر، سخنرانی بسیار جذابی بود، لذت بردیم دوستان و همکاران. خیلی ممنون که تشریف یعنی در واقع پنجمین سخنرانی برات بنیادی و هفته جناب دکتر یاسر عیاضی از دانشگاه سمنان سخنرانی عمومی خواهند داشت. شما رو دعوت میکنم حتما اونجا هفته آینده هم تشریف بیارید. خیلی ممنون، متشکر. منم از هم خوشحالم. معمولا برای همه آره من یادم رفت، من اتفاقی بینه بسیار یادم رفت. آره من گفتم که ایشون صحبت کنه، ما هم برای ایشون دست بزنیم. دکتر معظمی، من یه از این چیز رفتم تو سالینه یادم رفت. خیلی ممنون دوستان عزیز. ممنونم آقای دکتر ویتخصیل. آقای دکتر خیلی ممنون از همه متشکرم. به حد کامل بسر باید مواظب خودتون باشین، اوضاع این بیماری خیلی وحشت. همه سالم باشین، در کنار خانواده‌هاتون. خداحافظ شما.